ازalbiastare mashay he wadalo pa khair raglai lakat sanga che modar ta wandan wi le che pa de barkha ke ba ta che da manistan lobet sawaqti pa tola ke aryana televizionor ta se planun le ri che khabari ki itas he wadalo turkuno puri dar warasai de tolo mawared o masailo patadauz mung qadarmana o gran hamkar saidat sarosh la mung sara khabarawana ki aw zai shwayda o itas he wadalo sara ba malumat shariki sarosh shep stare mashay pa khair raglai سلام علیکم باوري عزیز سلام حسن خوشبخت هاشمی عزیز خسن واشنه شما هم که لري 13 برمو 13 ش به هم مترونه ان شاء الله خوش من یواز پرې خو من غاله هوا دواله سرو ان شاء الله چونه وال جام کی وګورو تاسو سرور صاحب کا پټول کی هوا دواله یو لاند معلومات ورکې د نړيوال جام د خبروي په تړاو چاريانا تلویزیون للا ریخبریږي په قانوني بڼه انحصاري بڼه باندې دغه سيالي خبريږي په ټوله کې هوا دولت معلومات ورکې چې مونږ به په څډاول خبرو مونږ باورته وران دي برنامه هم لرو لرو نه لرو میلمانه به وی او د افغانستان لوبي بکه کلوي دي په تړهو کڅ هم مونږ په تیر خبرونه کې د معلومات شریکې خو تاسو لوخلي کوو ډیره بخښي تشکر باوري عزیز بله ما نشرات ویژه خود داشتیم ویژه که میگم یعنی نسبت به تمام دوره های قبلی که رویدادها پخش شده و ویژه تر خواهد بود چون ما نفر خود داشتیم در مراسم هاشمی عزیز انشالله سفرشان بخیر شد در برنامه خود داشتیم که از خود و ازبکستان به صورت ویژه پوشش خود دادیم جدا از او قرار است که ما روز چهار مسابقه را پخش بکنیم روز سه مسابقه را چون یک مسابقه ساعت پنج است با هم برخورد داره که تا هنوز روی تصمیم نگرفتیم اما در کل باید بگم که مسابقات به صورت ویژه پخش خواهد شد انشاءالا ما همه روز ساعت دو با بین دایم هستیم ساعت دو شروع میکنیم برنامه را ساعت دو نیم مسابقه اول است ساعت پنج نیم مسابقه دوم یا پنج اگر 5 پنج بجه است مسابقه دوم و مسابقه سوم ساعت, ساعت هفت و است که ما ساعت هلی. هفت با بین ما بودیم امید داریم که امسال یک رویداد متفاوت و فوق العاده باش بر هموطنان ما که از آریانا بینن نسبت به سال 2021 که کاملا تنها بودیم ولی امسال خوشبختانه یک دو مجموعه قوی تر در کنار خود دارم به اضافه همکاران ما که پرسنه هستن یا ما جان و هر جمشه و همه همکاران یک رویداد فاقولادی تجربه کړم انشاءالله هوادوال په تمه دي چې دغه سیالي لريانات تلویزیون څخه په ژوندۍ باندې باندې وګوري هوادوال څنګه کولای شي په دغه سیالي کې لريانات تلویزیون څخه سره ګډون کوي یعنی هغه او ته څه ترتیبات تاس نیولې دي کوم نه دي نیولې ما دا هول کې گفتم بهاري از استه چې کم ویزه کې نه کاملا ویزه فارود په خصوص مسابقات افغانستانه تلاشورم یو څو موضوعات متفاوته را نظر بگیریم برش جدا از همه ما امین گونه که شما در برنامه های سفر و جام جهانی با بینندای ما بودین که ما کاملا فوتسال دیگه چیزی نماندهش که با بینندای ما شرکت نکرده باشیم یعنی تمام جزیات که در قالب فوتسال نیاز بود که بینندای ما بفهمن او رو شریک ساختیم کارشناسی شد همه موارد ولی امسال قصد به داریم که در رویداد جام جهانی فوتسال ویژهی های کامل تیم را بررسی کنیم از نگاه تاکتیکی و از نگاه تکنیکی و عملکرد تیم ها که سرمربیان چه تکن... تکنیک هایی را میان میارن و چی تاکتیک و سیستم استفاده میکنن در بازی های خود که هر بازی که میگذره اما گونه که مربیان مثل که ما فرناندو را داریم که عملکرد تیم های مقابل ما را به بررسی میگیره ما همین گونه تیم ها رو به بررسی خود گرفتیم آنالیز خود کردیم در برنامه های ما را و صورت کامل بازیکنان را فلینگ راست دفاع و گلکیپرها را کارکرد خود مربیان را انشالله تلاش ماست و ببینیم که چه موضوعات بهتر از اون ادعا کردن در طول جام جهانی بیشتر رونما خواهد شد شاید استدیو کوچک استدیوم کوچک هم داشته باشیم در جام جهانی البته در بازی های افغانستان ان شاء الله بخیر ان شاء الله سروش عزیز در رابطه گزارشگری مسابقات بگین چهار تا بازی در یک روز <تصح> به نظر خیلی سخت نیست سنگین نیست خیر کمکی میگیریم آشمی عزیز ما در رویدادهای قبلی هم داشتیم خب کار گزارش کردیم ما در المپیک تجربه شکر کردیم که در تجربه المپیک اکثرا خودم هم کاری کردیم در کنارش باوری از بود که گزارشات ورزشی رو داشتیم فکر نکنم زیاد جنجالی باشه چون کاری که باید انجام بده ولی در کل جذابم هست کاملا فوتسال, فوتسال ویژگی بزرگش ایست که در میدان کوچک هیجان فوق العاده زیاد هست نیست نه به جانمان ولی هست بعضی بازی هایی هستن که کسل کننده است ولی امید دارم که جام جهانی امسال چرا که 24 حریفی که در این رقابت ها برابر هم زور آزمایی میکنن هیچ کدام ضعیف نیست شما از بین بیش از 200 کشور که آمده به جام جهانی فیلتر مختلف رسپری کردن یک از او افغانستان عزیز است که در این رویداد آمده قطعا بازی های افغانستان که برای همه خوشایند خواهد بود با هر و امید دارم که امسال یک شگفتی فوق العاده را از شاگردان مرتضی شاهد باشیم همان گره که در جام ملت ها شاهد بودیم آمده به این مرحله از ها مرحله استیج بالای جام جوانی جام پوت سوالاس که داريست امید دريم چې هیڅ اشتباهي رانجام نتيم او نکات مثبت مو بهشتر از ټمامي یټيمها وي څومره تاسو خوشبيني استه د سوال مونږ تیر خبرونه کې هم کړي ووس نورم نږدې شوو قدم وړو یا ګړندونه د فردا شروع موسابقات بالکل سبا سري په لېګي او اته سه وړاندې نه وقادم وښلو باور عزيز بر هر رویداد ما هیجان فوق وړانده منحصر به موریداد را میګرم خو شخصا ولی هر رویداده که در هر رشته ورزشی که افغانستان باشه بر من سخت تمام میشه یعنی <applause> ببین مثلا میگم سمین فیضات مسابقه داشت داخل امی گزارش میکردم هر لحظه ای که سمیم فیضات یقه یا دست حریف خود را میگرفت هر حرکت انجام میداد ما به او حرکت میکردم <applause> فوتسال هم این گونه است، فوتبال همین هم گونه است، کرکت، هر ورزش <applause> و ما سخت است برای کنترل احساسات یعنی با وجود تجربه که دارم میتونم خیلی ماهرانه کنترل کنم ولی بازم سخت است به عنوان یک هموطن به عنوان میره یک ملی اجازه نمیتونم به هیچ عنوان به هیچ ولی بارمند هستم که امسال احساسات نه تنها ما از همه هموطنان ما متفاوت است و ما بارمند هستم امید از خیلی زیاد دارم به تیم چرا که تاکتیک تیم ملی ما بسیار متفاوت شده ببینید از دو تاکتیک سه چهار وقتی که چنجس <تصفح> شما وقتی همیشه چهار پیش میرین کارتون متفاوت است ولی شما که تاکتیک میان چنج میکنین خیلی سخت میشه سروش عزیز ما در پخش و نشر رقابت ها همواره در آریانا قانون مد نظر گرفتیم آریانا قرار است مسابقات جام جهانی فوتسال به صورت انحصاری نشر کنه یعنی در افغانستان تنها مربوط به تلویزیون آریانا شده حق نشر مسابقات که از طریق فیفا خریداری شده پس نظر به این قانون رسانه رسانه‌های دیگر روی چی باشه ما هاشمی از در یک از برنامه قبلی اما فکر میکنم کنم دو سه روز پیش بود صحبت کردم که بیان به یک دیگر خود احترام بگذاریم به هر موردی که هست بدون شک ما امیل از به عنوان مجری برنامه نیست به عنوان مهمان هستم بله پس ما حق ندارم که بپرسم یعنی یک یک سر قوانین ظریف هست که باید ما به با او احترام قائل باشیم هر رسانه دیگری که اگر ازینه میکنه ما برشون احترام قائل هستیم بفرمایید ازینه آریانا با کمال احترام که داره به با او پابند است و به هیچ عنوان ولی پوشش رویداد را به صورت گسترده خود دادیم در برنامه های مختلف بیدنشه. اما به هیچ عنوان تداخل وظیفه‌ای انجام نمیدیم که بینندای ما اذیت شوند. اگر امی احترام را و با امی باز نظر نگیرن اگر مطابق ولی برخورد قانونی دا یعنی امکانش قطعا چون مسابقات در جغرافیا افغانستان فقط به نام آریانا ثبت است هیچ رسانه‌ای در ماهواره و غیر محور حق په شی رویداد را در افغانان نه دا اغه هو ډول سروش تلویزیون ته یا انتنټا دي انتنټا د ریانل لاره لا ستر ساي نلري ویب پانه کې هم کولای شي د غسيالي وګوري په ژوندۍ بڼه ان شاء الله انځل ویبسایټ ماریانالتلی ویژن.کام سره راځي د اختیار شانس. بالکل. د فټسال د نړیوال جام د سیالي په لړ کې موږ هم مخکې برنامه لري د لوبد خبرو ولول لپاره هم بار شي می سي پالت موږ په چوپړ کې ووسی د هوادالو په چوپړ کې ووسی او له دوی سره به جالب معلومات شریکي. د فټسال د خبراوني صحه یا د لايف خبراوني صحه ورخو نور هم څه په نظر کې نیول شي وکړم د غديار لږ خبراوني هرڅوم ورخلاس کړ. نه 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 به ټول ورنا فشار شره داشم کې برنامه ما متفاوت و تخنیکی تر خواهد بود چرا ام. که بیدنشد. شما زحمت کشیدین در طول ایجام تمام فوتسال با مو، موارد که اشاره شد معرفی شد ولی قوانین فوتسال هنوز که اپدیت شده مانده خود ما گفتم آنالیز تیم ها مانده تاکتیک هر تیم متفاوت میشه نسبت به بازی قبلی روی خیلی موارد است که باید در جریان خود بازی ها و در ختم بازی یا پست یا پریشو ما باید رو بحث بکنیم با کارشناسایی که برنامه داریم که از جمله مهمانان عزیز در ما داشت بودن ان شاء الله ورځمه بالکل او هو ډول مخکمه د هوادوالو په تړه او خبري وکړه هوادوال کولای شي لکه د کرکټ په سیر خپل پیغامونه را واسوي تاسو مې کوم شاید یو متفق وتر اوسه ولې ببینو چې راهې را میتاریم سنجش کړه او هله منډیو چې بیا هم مهمه تاکید انوې چې افغانستان خې پیلي وخت ل او بلخره پ نړیوال جام کې خو زلي ان شاء الله ما همي همي وطنانه عزیز دعوت کوم چې جام جهانی را فقدر از اریانا ببینم ان شاء الله به شما هستین در یک استودیو بزرگتر ما متفاوتتر خواهد بودیم انشاءالله با حضور هموطنان ما آریانا روزانه سه بازی را پخش میکنه تا مرحله یک چهارم نهایی که میرسیم همه روز یک بازی پخش خواهد شد جدا از این که بعض بازی که یک موضوع رو وضاحت بتون که بازی های همزمانی که وجود داره در یک زمان دیگر متفاوت پخش خواهد شد و اصلا و مثلا ما بازی های دور گروهی را که داریم بازی های سوم هر تیم به صورت همزمان, همزمان برگزار میشه بله مثلا بازی افغانستان و اوکراین اگر باشه آرژانتین و آنگولا همزمان بازی میکنه ولی بله ما <تصفح> تلاش کردیم که بازی هایی که بیشتر بیننده داره و بیشتر مخاطب جالب داره جالب باشه هیجان داشته باشه و شبه مهم باشه بالکل او را ما سلکت کردیم که اون نظر به او پتو که به نریوال جمصم را وقت و بازی ها قرار است که از 14 یعنی فرداست آغاز مهم. میشه تا تاریخ 6 اکتبر دوام خواهد کرد که چیزی در حدود 23 روز دوام بکنه احتمالا و همه رویدادها در سه شهر برگزار میشه که هندیجان، بخارا و تاشکن, تاشکن میزبانش هست و یک از زیباترین استادیوم های یا جمنازیوم های فوتسال جهان امسال میزبانش هست که در اصل استادیوم ها که مهم ها میگن شای. برش مهم. ما شما همه میگیم پرنده که در نظر گرفتن اصلا این استادیوم معرفی کردین در برنامه فکر بله بله داشت معرفیش هم ایرانا مراسم افتتاحیه و اختتامیه رو به عهده خواهد داشت مراسمش ولی در کل باید بگیم که هم ایرانا امسال از آیس هاکی یا هاکی روی یخ برآمد آمد به آمد فوتسال یک تغییرات عمده‌ای داره که چندین رویداد م... چون استادیوم چند منظور است برای چند ورزش استفاده میشه بسکتبال فوتبال فوتسال البته فوتبال نه البته والیبال این رویدادها ولی امسال قرار است که فوټال میزبانیشه په کوم ځای وويني دا مخاتبات دي او هوا د عالم کولای شي چې په پاکستان کې میشتي ورشي لنیګ دې څه خپل ملي لوپ ډاله اجاوات موم هست بیان کړي چې ملي خوله در از نزدیک څنګه هم وطنانه زیاتم دروست هستن قیمت تک فکر میکرم مرهم است 4 تا 8 ډالر هست دقیقاً بلانټن قیمت 8 ډالر است چې بسار کم میشه میتونم دا دوستان دولار دوستان دولار او دغه خلک هم زېترین سکو ها هم سکوی تماشاگر نزدیکترین با میدان قیمتش هم 8 دلار است یک موضوع هست باشی عزیز که ما اکثرا در جامعه جهانی تجربه کردیم فوتبال و فوتسال و همه رویدادها رو تجربه کردیم در تمام ورزش و که تیکت ها قیمتش یک چیز است ولی در بازارشیا متفاوت است الا ای که آنلاین باشه که کدگشاری شود تیکت ها آنلاین همین لحظه از سایت فیفا میتونن همتای عزیز ما که در ازبکستان از کسایی که میخوان برند به با ازبکستان از سایت فیفا همین لحظه خریداری کنند بسیار راحت تر خریداری میشه فقط دو, دو کلیک کلی بو... این تکه بخریم. 14 سپتامبر بازی های دیگه است روز 15 هم ازبکستان بازی داره یعنی بب. یک روز بعد او دغه مینوال سروش یعنی بخی علی تر مینوال مرستي چکچکی او بل اخر تشویق ملاتړی د پ او ډول باندې روحي او کی ملي لوړل صد درصد سند. ولا اگر راست بگی جذابیت رقابت ها به حضور هوا داره بالکل ورنه میشه که در گوشه از دنیا که هیچ کسی هم نباشه مسابقات جام جهانی برای ما مطمئن هستم هموطنای ما زیاد میاند از بله. ما میگم روز 12000 دواز تماشاگری که استادیوم یا جامنازیم همارنا داره یا اندیجان یا همدیگر ورزشگاه بین جمع ما ها را اکثریت شما پر کنیم به حضور خود انشالله بخش, بخش. حوادانون تیم ملی باشیم یار دوازده هم ما بر فوتبال میگم ما بیاریم یار هفتم ما باشیم چون پنج بازیکن داریم یک سرمربی یار هفتم ما باشیم برای تیم ملی خود تا تیم ملی را قوت بخشیم یک, داردن. یک مجرم از برنامه سفر به جامعه برای حوادار ها بتم که در جمع نازی هم به شکل دعاتشان بگن به شکل یعنی با جان دل تشویق کنن بازی بعدی تکت وی آی پی برشان هدیه میتیم که انشالله در سکوی وی آی پی بیاین بیشینن و بازی را از نزدیک و با کیفیت یک توفیه ویژه یک توفیه ویژه برشان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان میتیم از طریق سفر بجانی جانی جانی اعلان میکنیم که تکرت های بیسی مربوط ما بیشه و تکیت هر 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 جان هم آشو بیسی بلون دزیرن تکرت بله، هر هموطن ما بع که با جان دل تشویق کنه تیم ملی را در بازی باری در چوکوی وی‌آی‌پی خاطر بود. کدسی مالتی ماوس روش صاحب املیت دینه تیکت نواخل و راز روز بخاطر. خیر قسمت برات به جای ما کافی است. از طرف میگم سروش عزیز که تیکت‌های وی‌آی‌پی مربوط به فراستون فوتبال واسه مربوط تیم ملی میشه و به تیم داده میشه. خب برو حالا باری است. ان شاء الله مال خدمت. درست؟ اگر بیزیش بیا. اینقدر نیست. بس يا اخو. عارف باقيس شک ده تا تکه ما در هر بازی داریم مک امتیاز شده داریم در هر مسابقه ما در وی بخش وی آی پی درست که ما میتونیم به هموطنای ما بتیم پس ما ما وادار میکنیم در طول جام جوانی ما تعایف و ببینید های ما ببینید سروش عزیز ما در حدود احتمال داره 15 نفر در بخش تیم افیشال یا کادر ما باشه 15 نفر که اکثریتش در کادر در بنچ زنیم کات میشینن تعداد باقی مونده کې میباشه در چوکي ویل. او تعداد باقی مونده شوم. بل تیکټ ما بازم اضافه میاریم. ان شاء الله کې ما در خدمت هموطنان عزیز ما وبینیم. هرڅه خیره روزای خو په دښ بشپښ بش. سروش صاحب هوا ډول شیبيش مرید نه لېوال جام د فایل لپاره د امانستان د لو بل لپاره بیا هم د وایمته سمرا ساسپان باندې ډاډ ورکولای صحیح هوا ډول ته چې افغانستان به وکولې سي لومړۍ مرحلې نوو دي دا مسله من لپاره ډيره مهمه ده چې مونږ وکول شو په خپل کچیر ته منګارجنټاين ته ماتي ورکول کسانګه چې تاسو په تیرې خبرونه کې د کرکټ مثال ورک افغانستان انګلستان ته ماتي ورکړه غواکې د سیمه ناو ورګي منګا کوکرين ته ماتي ورکو يا منګا ګولا ته ماتي ورکو څومره ډاٹ ساده زکه وخت کم پاتې شي به کمې پاتې دي څنړي ول جام ته ورسو څومره ډاډ ورکوي هو ډولته ما یک پیشبینی که دارم ببینید شما کشور انگولا شاید از ما کم عقب تر باشه از نگاه رنکینگ ولی آرژانتین تیم دوم جهان اوکراین تیم دوازدهم جهان ما یک حس و حال این دارم که ما در برابر تیم انگولا نتیجه میگیریم انگولا رو میبریم البته این حس و حال برابر اوکراین هم احتمال نتیجه گرفتن ما 50 پنجا حتی 60 درصد هم هست بله اوکراین البته چون اروپا اکثرا یک حس برتری داره نسبت به هر کشوری جهان اول است بله به این خاطر من حس کنم که ما برابر اوکراین و نتیجه گرفتنی هستیم ولی در برابر ارجنتاین زور خدا می زنه یک, یک لحظه ای که قرکشی انجام می شود. قبل از اون با آقای صداقت مدیر تیم ملی و همچنان با سمروی صحبت داشتم خیلی جالب بود با ما گفتن که ما خوش داریم که برزیل و آرژانتین و پرتغال برای با ما رو برو شو. و ما اول خودم حس کردم که نه نباید این گونه ولی پسان گفتم نه چرا نشه ما چی کمی داریم همین لحظه امکانات بگذاریم کنار امکانات همیشه گفته شده خب امکانات در نقش بزرگی است اما در میدان فوتسال خو امکانات حرف نمیزنه بیرون شک اموشنکا که کرمیچ که دفاعی فوتسال هر ماز پای بازیکن حریف هر ماست ولی برمیگرده به مغز و دماغ بازیکن که چگونه کنترل میکنه و چگونه بازی میکنه یک دو بین مورد یک چیزی که من خیلی مخالف جدیش از ما سر ما بخصوص داخلی های ما اکثرا در بازی های فوتبال که روبرو میشه والا در 20 دقیقه اول گل نخوردن خوب است یعنی چی در 20 دقیقه اول نه 5 دقیقه اول کوشش گل بزنن اولین گل تو وارد دروازه عرف کنه نتیجه از توست فشار ورزیگی ما کاملا بر که که ما چگونه پیش میریم ما امید دارم که گل اولا ما در هر بازی به سمر برسانیم <تصفح> و ما, ما که نسبت به دور اول حضور مرتضی در دور دو دوم تغییر کردن در مواقع مناسب خود تاکتیک ما تغییر کنه در مواقع مناسب یارای ما تغییر کنه و ما امید دارم که بازی های تلخی که برابر جمهوری چک داشتیم تکرار نشو. ولی بازی های خوشه که برابر ازبکستان در کافا داشتیم که 3 1 بود بعد 4 3 برده میشن اون نتایج بر ما رقم یعنی کاملا اکثریت با ادامه صحبت های خودت من در جریان هستم از نزدیک اکثریت بازیکن های ما, ما که با برزیل در یک گروه بخورن هدف از برزیل هم ولی ان که در این بخورن پردیکشن داشتیم از تیم ملی از بازی هاشن در برنامه گل که ما اگر از مرحله اول صعود بکنیم اگر به تیم اول صعود کنیم چه را